به میز گفتگو وارد بشیم با امیر خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر، خوش آمدید به برنامه قرن 14. بحث ساخت شناورهای بلند بزرگ یا ناوهای جنگی مطرح شد در مستندی که دیدیم. مسئله اینجاست که این توان قائم بر علوم جدید بومیه یا کپی از پلتفرم‌های مثلا دهه 60 و دهه 70؟ خب این یه عقبه ای داره و به نظرم میرسه که لازمه به اون عقبه اشاره بکنیم. شما بفرمایید. ما همه آن چیزی که در نیروی دریایی تا پیش از انقلاب در اختیار داشتیم و حتی دهه های اول بعد از انقلاب، تجهیزاتی بود که از طریق کشورهای دیگه در اختیار قرار گرفته بود، عمدتا انگلستان، ایتالیا و امریکا. خب در اوایل دهه 70 در دریای خزر میشه برای اینکه در یک رزمایشی حضور پیدا بکنیم. میدونید که تا اون موقع ما هیچ شناور نظامی در دریای خزر نداشتیم. اون طرفی هم که ما رو دعوت کرد برای این کار، اون هم اینا میدونست که ما در اونجا شناور معناداری برای شرکت در رزمایش نداریم. وقتی محضر مقام معظم رهبری مطرح شد که همچین دعوتنامه اومده، آقا فرمودند که هر طور شده شرکت بکنید. ناوگروهی متشکل از چند فروند ناوشکن و ناو لوجستیکی تعیین شدن برای اینکه از طریق تنگه باب المندب عبور بکنن، از سوئز عبور بکنن و در نهایت از طریق کانال ولگا وارد دریای خزر بشن. این ناوگروه پیش از اینکه به کانال سوئز برسه، روس‌ها اعلام کردن که نه، اگر شناوری دارید که در دریای خزر در رزمایش شرکت بکنه، از طریق ولگا امکان ورود وجود نداره. مثلا مقام معظم رهبری تقدیم شد که به این شکل شده چه بکنیم. آقا فرمودن هر طوری شده یه شناوری رو بردارید و ببرید از جنوب، ببرید به شمال در دریای خزر. توضیح داده شد که این امکان وجود نداره، شناورها عمدتا خیلی بزرگ هستند و امکان جابجاییشون نیست. آقا فرمودند که اینها میخوان شما رو تحقیر کنن، اگر میتونید برید یه شناوری رو تکه تکه کنید ببرید. خب بررسی کردیم، دیدیم تکه تکه هم آسیب‌های جدی به دنبال داره، هم زمان زیادی صرفش خواهد شد، هم ما امروز دانش و فناوری ساخت شناور رو هم نداریم اون زمان. تا اینکه بخوایم این رو تکه تکه بکنیم، دوباره سر هم بکنیم، قطعا مشکلات جدی در پی خواهد داشت. عرض کردیم که این کارم امکان پذیر نیست الان. آقا فرمودن تأخیر شدید، اگر غیرت دارید برید خودتون بسازید. کار ساخت شناور اساساً از دریای خزر شروع شد، نه از ناوگان جنوب. در دریای خزر اولین شناورهای کلاس قائم رو شروع کردیم به ساخت با کمک مجموعه وزارت دفاع و تعدادی از اونها رو که توپدار هم هستن. نمونهش در هیچ جای دنیا هم نیست، یعنی این شناورهایی که الان ما اونجا داریم هیچ نمونه‌ای در هیچ کشور دیگه نداره. و لازمه اینم بگیم که نرم افزارهای طراحی و ساخت و اقدامات مهندسی رو هم هیچ کس در اختیار قرار نمیداد، الان هم در اختیار قرار نمیده، چون صنعت استراتژیکه. بله، بسیار صنعت اقتدارآفرینه، بسیار همونطوری که میگید راهبردیه. خب این کار انجام شد، 10 فروند از این شناورها ساخته شد در دریای خزر در اختیار قرار گرفت و در گام بعدی ساخت شناورهای کلاس پیکان در دستور کار قرار گرفت. خب کار ساخت پیکان شروع شد، الگوها و نمونه ها همونایی بود که از قبل داشتیم. این شناورها زمانی که به نیروی دریایی ملحق شدن، تعدادی از اونها پیش از جنگ تحمیلی بود و تعدادی بعد از جنگ تحمیلی یا در همون دوران اوایل دهه 60 به نیروی دریایی ملحق شدن. یعنی شناورهای بسیار جدیدی بودند، فناوری بالا و تکنیک‌های ساخت بسیار جدید. اونها رو به عنوان نمونه مبنای کار قرار دادیم و اولین شناور ساخته شد در دهه 70. امروز تعداد قابل توجه از اون شناور رو ساختیم و در اختیار قرار داریم. اسم این پروژه، پروژه ساخت شناورهای کلاس سینا بود. در واقع پروژه رو اسمش رو سینا گذاشتیم به خاطر اینکه فناوری توش مطرح بود. به زودی ما در ناوگان جنوب مجدداً الحاق تعدادی از این شناورها رو خواهیم داشت که شاید اول نمونه، چون در جنوب ما 12 فروند از این شناورها رو در اختیار داشتیم و الان همچنان 10 فروند اونها رو در اختیار داریم. خیلی الزام به ساخت شناور در جنوب از این کلاس رو نداشتیم، کلاس سنگین تر از این رو نیاز داشتیم که بسازیم. تو این فضا یه فرهنگ جدیدم به نیروی دریایی ملحق شد. چون موضوع ساخت شناور رو میگیم، خوب به اینم اشاره بکنیم. ساخت زیردریایی که قرار بود در دستور کار قرار بگیره، ابتدا زیردریایی رو وارد کردیم. زیردریایی های کلاس طارق که جزء زیردریایی های سنگینه
دیزلی دنیا هستند از کشور روسیه خریداری شد، سه فروند به نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 ملحق شد. خب کار ساخت این زیردریایی ها اساسا کار بسیار دشواری است. ما در گام بعد رفتیم به سراغ یک کلاس سبکتر یا یکی دو کلاس سبکتر، اینکه بدنه و سازه ای رو بسازیم که بتواند به عمق 200 متری بره و در اونجا همچنان پایدار باشه، در حالی که ما هیچ وقت تکنیک ساخت شناور زیردریایی رو در اختیار نداشتیم. این هم در دستور کار وزارت دفاع قرار گرفت به درخواست نیروی دریایی. خب نمونه ای تهیه شد و اون نمونه وقتی در داخل کشور به کار گرفته شد دیدیم اشکالات اساسی داره. شاید پرتاب اژدر تا اون زمان خود اون کشوری که ازش تهیه شد از اون نمونه انجام نداده بود و دیدیم که باید تغییرات اساسی رو این اتفاق بیفته و اون اتفاقات افتاد و در دهه 80 ما تعداد قابل توجهی از زیردریایی های کلاس قدیر رو در داخل کشور ساختیم. اینها زیردریایی ها هستن که امروز وقتی به دریا گسیل میشن ناوگان نظامی دشمن با فاصله زیاد و با فاصله جدی از این زیردریایی ها میایسته. چرا شناساییشون سخته؟ کار سختیه؟ اولا اندازشون کوچیکه، قابلیت کف نشینی دارن، میتونن برن در قعر دریا روی کف دریا بشینن و اونجا دیگه امکان تشخیص سوناری بسیار دشوار میشه. میتوانن در وضعیت هاور در نقاطی از آبهای دریا بیستن که اون نقاط نقاط خاصی به لحاظ دمای محیطی، تو اون نقاط انرژی صوت موقعی که میخواد وارد بشه امواج صوتی میشکنه و منحرف میشه. این لایه های ترمال یا حرارتی رو زیردریایی ها شناسایی میکنن، میرن اونجا به حالت هاور پنهان میمونن و باز قابلیت کشف و شناسایی ندارن. نکته بعدی که حائز اهمیت در مورد اینا که خیلی ارزونن، یعنی با یک سلاح ارزان با خدمه بسیار کم به جنگ یک سلاح بسیار گران قیمت میرید که مثل اینکه شما با یک گلوله آر پی جی میخواید یک تانک رو بزنید. میبینید که خب اون چه که از دست میدهند بسیار سنگین تر از اون چیزی است که بخوان تلاش بکنن برای اینکه این زیردریایی رو شناسایی بکنن. بنابراین پرهیز میکنن. حالا من جلوتر توی این فرصت میگم که این تکنیک چه تکنیکی است و چرا از این استفاده میکنیم. امیر، این شکل حضور امریکا در منطقه، ناوهای بسیار بزرگ، رزمناو کنارش، ناو هاپوما بر، در این منطقه که تردد اینقدر تنگه و آبراها اینقدر تنگن، اعماق اینقدر پیچیده است، اصلا از نظر عقلانی و نظامی درسته یا نه؟ از نظر طراحی یک عملیات دریایی خیر، اصلا پذیرفتنی نیست. به همین خاطر که معمولا اینها موقعی که میخوان یک حمله نظامی رو شکل بدن و اون شرایط امنیتی به سمت درگیری حرکت میکنه، آنقدر دور میایستند که تجهیزات طرف مقابل امکان دسترسی بهشون رو نداشته باشه. امروز اونها همچین تصوری در مورد ما هم دارن که البته تصور درستی نیست، من در موردش توضیح خواهم داد. بنابراین به کارگیری ناو هواپیمابر در نزدیکی سواحل یک کشور دیگه موضوع معناداری نیست. اگه بخوام سوال قبلی رو تکمیل بکنم، خب وقتی که فرمان مقام معظم رهبری به این سمت ما رو هدایت کرد که از خلیج فارس خارج بشیم و در اقیانوس‌ها حضور داشته باشیم و محدوده بسیار وسیع تا مدار 10 درجه که منطقه بسیار مهمی است برای جمهوری اسلامی ایران تعریف شد که امنیت اون رو نیروی دریایی به عهده بگیره و تحت کنترل داشته باشه، نیروی دریایی به فکر این افتاد که به هر حال اون شناورهایی که امروز در اختیار داره سنگین ترینشون ناوهای در واقع کلاس فریگیت هستن که ساخت کارخونه واسپر انگلستان بودن. این اون چیزی بود که در اختیار ما بود و همه نقشه های طراحی و ساختش رو هم در اختیار داشتیم. خب اومدیم اینها رو به نوعی مهندسی معکوس کردیم و اولین شناوری که ساخته شد، ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران، با یک نگاهی که حضرت آقا وقتی از کارخونجات بازدید کردن، کارخونجات نیروی دریایی، فرمودند که ناوشکن بسازید با قابلیت حمل موشک و حمل بالگرد، یعنی هم بتونه موشک پرتاب بکنه هم بالگرد با خودش ببره. وقتی صحبت از پرتاب یه موشک از عرشه میکنیم، شاید یکی از موضوعات مهم فشار طراحی سازه باشه، چون اندازه ویژه اون انفجاری که در لحظه اول بوستر موشک تولید میکنه انقدر بزرگه که طراحی سازه برای اون نقطه باید یک طراحی متناسب با اندازه ضربه ای باشه که میخواد وارد بکنه. اصلا ممکن است کل اون ناو رو آتیش بزنه اگر درست طراحی نشه. من حالا چون اشاره کردید خلبانی هاورکرافت،
اولین موشکی که از عرشه هاورکرافت در دنیا پرتاب شد خود بنده پرتاب کردم. هاورکرافت های ما مجهز به موشک نبودند. وقتی فناوری موشکی رو به دست آوردیم و شروع کردیم تجهیزاتمون رو موشکی کردن، یکی از چیزهایی که آرزوی دیرینه بود این بود که انگلیس ها زمانی که این هاورکرافت ها رو میخواستن به ما بدن، یک پیشنهادی دادن که ما اینها رو برای شما به موشک مجهز کنیم و بدیم، که اگر در دوران دفاع مقدس هاورکرافت های ما به موشک مجهز بودن، یک قوای بزرگتری رو تولید میکردن. چرا انقدر مهمه این تجهیزات موشک داشته باشن؟ به خاطر اینکه اولا سطح مقطع راداری بسیار کوچیکی داره، مثل یک ناوشکن نیست که از دور شناسایی بشه، و اون پاشش آبی که دور خودش تولید میکنه امواج راداری رو به نوعی مختل میکنه که به هیچ عنوان یک بازتاب راداری مناسب از این به دست نمیاد تا به یک فاصله نزدیک برسه. شاید در خیلی نزدیکی، یه فاصله مثلا نزدیک 1000 متر 2000 متر، این شناور قابل شناسایی باشه این پرنده. خب در فواصل دورتر وقتی موشک با خودش حمل میکنه و با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت روی سطح دریا، ببخشید 70 گره دریایی روی سطح دریا حرکت میکنه، 70 گره دریایی معادل 150 کیلومتر بر ساعته، یه سرعت خیلی زیاد برای شناور 50 تنی روی سطح دریا. خب با این سرعت وقتی حرکت میکنه میره در مسافت‌های دورتر و موشک خودش رو پرتاب میکنه، یه غافلگیری جدی برای دشمن هست. اونجا که میخواستیم این پرتاب رو انجام بدیم، تهیه سند استاندارد این موشک از 6 ماه قبل به عهده خود بنده گذاشته شده بود، با مجموعه وزارت دفاع همکاری میکردم، مؤسسه تحقیقاتی، برای اینکه این استاندارد رو بنویسیم بعد بریم هاورکرافت رو به موشک مجهز کنیم. توی همه محاسبات و اعداد ارقامی که پای کار آورده بودیم و محاسبه کرده بودیم، نتایج این بود که این کار امکان پذیره، باید بخشی از عرشه رو تقویت بکنیم. خب همزمان که این نتایج به دست می اومد، ما میدانی هم کار میکردیم، یعنی یک گروه در صنعت هواپیماسازی به ما کمک میکردن برای اینکه عرشه رو در قسمت زیر محل نصب موشک تقویت بکنیم، و من پای یه میزی میشستم که طرف مقابلش داورانی بودن که میخواستن قضاوت بکنن این سندری رو که تهیه کرده بودیم. خب خیلی از اونها آدم های بسیار تحصیل کرده بودن و با احترام به همه اونها، این داوری ها گاهی اوقات به یک دعوای جدی تبدیل می شد، و چون یک چیز جدید بود، یک چیزی بود که هیچ وقت تجربه نکرده بودیم، نه ما هیچ کس در دنیا تجربه نکرده بود، و تردیدهای زیادی وجود داشت با همه محاسبات دقیق که وقتی این موشک پرتاب میشه هاورکرافت چه اتفاقی براش میفته از نظر فشار طراحی سازه، چون سازه رو اونا ساخته بودن، ما حالا میخواستیم به موشک مجهزش بکنیم. کار خودمون رو انجام دادیم و امیر سیاری عزیز خوب یاد بکنیم، از این مرد بزرگ که استاد و پیشکسوت بنده هستن، اخیراً برای من این رو یادآوری کردن. یه جایی با هم گفتگوی صمیمی میکردیم خارج از فضای نظامی، اونجا به من گفتن که اون روزی یادت میاد داشتی میرفتی موشک رو پرتاب کنی؟ همیشه من پیش خودم فکر میکردم دیگه بر نمیگردی، و خیلی نگران و ناراحت این موضوع بودم. ایشون فرماندهیه، مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی رو داشتن. رفتیم و این موشک رو پرتاب کردیم، هنوز سندش دفاع نشده بود، و باور بفرمایید این موشک همین الان مثل حرکت آهسته جلوی چشم من حرکت میکنه، در کسری از ثانیه موشک میره. بله. اما وقتی این موشک میرفت، از فاصله 1.5 متر من میرفت، فاصله خیلی کم، و من همه چیز رو میدیدم، باز شدن در لانچر، حرکت موشک به سمت بیرون، باز شدن بالکاش، و تا اون لحظه آخر مثل اسلو موشن بود، حرکت آهسته بود، نمیدونم چرا، ولی واقعا اینطور بود. موشک با موفقیت پرتاب شد و با سرعت تقریبا 60 کیلومتر بر ساعت ما حرکت میکردیم، سرعتی که امروز همچنان شناورهای دنیا برای پرتاب کردن موشک توی این وضعیت با این سرعت با محدودیت جدی مواجه هستند. ببینید این عملیاتی که در واقع اسمش عملیات مانتیس بود، تو اون صحنه به هیچ عنوان ما در واقع نیروی دریایی ایران برنامه‌ای برای رویارویی با امریکایی‌ها نداشت، و ما همچنان موضوع اصلی درگیریمون تو اون فضا حضور احتمالی نیروهای عراقی بود که در واقع هفتم آذر سال 59 صحنه دریا دیگه به هیچ عنوان به اونها تعلق نداشت، و اصلا شناور معناداری نمونده بود که در دریا حضور پیدا بکنه. بنابراین
به چنگان موضوع ما رویارویی با دشمن امریکایی نبود. پس برای اون نه نقشه ای از قبل داشتیم، نه جنگی رو ترتیب داده بودیم، برنامه جنگی رو ترتیب داده بودیم و نه تسلیحاتی رو برای این کار آماده کرده بودیم. این حمله یک یورش ناجوانمردانه بود مقابله یک ناوشکن با یک ناوگروه. وقتی میگیم یک ناوشکن یعنی یک شناور 100 متری با تعداد مشخصی خدمه با توانایی‌ها و قابلیت‌های محدود. یعنی الان فرق داره، الان مثلا فقط جمهوران تنها نمیره جنگ. بله الان همین عرض میکنم براتون. تو اون شرایط در واقع اونها هم از هوا هم از دریا و با استفاده از همه تجهیزاتی که به لحاظ فناوری اون روز خیلی خیلی جلوتر از ما بودن. درست میگن، تجهیزاتی رو ما در اختیار داشتیم که عمدتاً ساخت اونها بود و البته در این فیلم اون چیزی که اشاره میکردیم بود که بعد از اینکه شناور رو همکاران بنده ترک کردن حمله اتفاق میافته، در حالی که اصلا به این شکل نیست. نه اینجا سکو رو داره میگه، سکوی نفتی رو داره میگه. بله اصلا به این شکل نیست. همکاران من تا آخرین لحظه روی شناور باقی ماندند و سهند که غرق شد به ناچار اونهایی که همچنان زنده بودند در دریا شناور باقی ماندند و بعدش موضوع ناوشکن سبلان بود که سبلان بعد از اینکه مورد تهاجم قرار گرفت با دشمنی که اصلا دیده نمیشد، یعنی تمام این حمله و هجوم به نوعی از دور بود، بهش میگن حمله استنداف، بدون اینکه دیده بشن. موشکایی که ما در اختیار داشتیم در اون زمان در روی ناوهای موشک انداز و موشک هارپون بود با برد 35 کیلومتر 50 کیلومتر. موشکایی که اونا در اختیار داشتن با برد دو برابر این بود. حضرت آقا یه جایی به ما تاکید کردن، فرمودند که در دوران جنگ‌های قدیم میگفتن که در یک رویارویی اونی که دست بلندتری داره و شمشیر بلندتری داره پیروز میشه. موضوع مشخصیه. ما چون خودمون چیزی نساخته بودیم و اونها در اختیارمون قرار داده بودن از آنچه که دیگه بهش نیاز نداشتن، بنابراین آسیب پذیری ما آسیب پذیری محتملی بود. الان چی؟ الان در چه وضعیت هستیم؟ الان شرایط فرق کرده و هم ما موشکای ساحل به دریا رو داریم. اولا ببینید در یک رویارویی این که شما اطلاعات کافی از طرف مقابل داشته باشید نکته بسیار مهمه. الان داریم؟ الان آنقدر اطلاعاتمون در ارتباط با هر تهدیدی در دریا زیاده که برای هر صحنه‌ای از قبل خودمون رو آماده می‌کنیم. یعنی یه زیردریایی اتمی آمریکایی که به اختفا معروفه حرکت کنه بخواد بیا طرف آب‌های دریای عمان ما می‌فهمیم؟ بله، زیردریایی اتمی از یک مسافتی به خوبی شناسایی میشه با تجهیزاتی که از طریق پرنده‌ها در اختیار می‌گیریم و از طریق شناورها. زیردریایی اتمی وارد خلیج فارس میشه، تردید نکنید که در شرایط کاملاً امن این کار رو میکنه، یعنی در حالتی که ما در یه محیط امنیتی پیچیده نیستیم، احتمال درگیری وجود نداره، میان و وارد بنادر کشورهای عربی منطقه جنوب خلیج فارس میشن. اما شناورهای آمریکایی از لحظه ای که از بنادرشون جدا میشن، امروز ما میدونیم که کی اونا جدا شدن، کدوم شناور جدا شده، به کدوم مقصدی داره حرکت میکنه، در طول مسیر به دقت رصد میشن با سیستم‌های مختلف اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم. خب امیر آخه چیزی که مثلا رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد پخش میکنه که در دنیا هم بی سابقه هست، یک فارسی زبانی رو روی ناو هواپیمابر سوار میکنه و این فارسی زبان روز به روز گزارش میده که حالا ناو هواپیمابر داره نزدیک میشه، میاد تو تنگه هرمز به طرف ایران هم نشانه گرفته سلاح‌هاشو، پلیس خلیج فارس هوا و زمین و دریا رو همه چی در اختیار داره و یه همچین ویژگی رو تصویر میکنن. نه تبلیغاته. ببینید منم اگه جای اونها بودم وقتی میخواستم بیام و به یک گروهی که در حال دوشیدنشون هستم بگم که من اینجا حضور دارم، یه مجموعی از نمایش دروغینی رو راه مینداختم که من دارم میام اینجا وارد میشم این کار رو میکنم، در حالی که اصلا اینطور نیست. شما نگاه بکنید به 10 ماه گذشته، ببینید کدوم ناو هواپیمابر آمریکایی وارد منطقه خلیج فارس شد. اخیراً توی هفته گذشته وارد شدن که اون دلایل خاص خودش رو داره و با شرایط خاص خودش هم وارد شد. یعنی وقتی وارد میشن میرن به جنوبی ترین نقطه ترافیک زون در منطقه تنگه هرمز که یک تنگه بین المللی است، یک آبراه جهانی بین المللی است، محدوده مشخص شده به عنوان محدوده گذر مجاز که پیشتر عبور از این منطقه تحت عنوان اینوسنت پسیج بود یا عبور بی ضرر بود، امروز بهش میگن ترانزیت پسیج یا عبور ترانزیتی. این دوتا به لحاظ حقوقی با هم تفاوت هایی دارن.
در عبور بی ضرر وقتی یکی میخواد عبور بکنه زیر دریای حتما باید بیاد به سطح دریا حرکت بکنه. هواپیمابر اجازه نداره هیچ هواپیمایی رو به پرواز در بیاره. ناوشکن ها اجازه ندارن سلاح‌های خودشون رو به گردش در بیارن، بالگرد به پرواز در بیارن. یعنی باید فقط یک عبور کاملا بی ضرر با احترام به حقوق دولت ساحلی داشته باشن که عمده تقریبا میشه گفت همه این ترافیک زون خارج از مناطق دریایی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، خارج از 12 مایل، در عمدتا در داخل آب‌های طرف مقابل قرار میگیره. وقتی میگیم ترانزیت پسیج معناش اینه که دیگه اون موضوعات عبور بی ضرر یا اینوسنت پسیج دیگه رعایت نمیشه. زیر دریایی میتونه از زیر سطح دریا عبور کنه، بالگرد بلند میکنه، بالگرد بلند بکنه، هواپیما به پرواز در بیاره. اینها حقوقی است که با فشار به جامعه بین المللی در نهادهای بین المللی به نفع خودشون هر روز دارن تعریف میکنن. ما هیچ کدوم از اینها رو نپذیرفتیم، نه اینوسنت پسیج رو پذیرفتیم، نه ترانزیت پسیج رو پذیرفتیم و هنوز این موضوع کنوانسیون 1982 دریاها در مجلس شورای اسلامی ما هنوز به تصویب نرسیده و تایید نشده. میگن اون فاجعه ناو فورستال هم یه استثناء بوده و تکرار نمیشه و ناو دارای چندین سامانه راداری و موشکیه و خیر، به نظر من کافیه با مراجعه به منابع تعریف شده مشخص تسلیحات یک ناو هواپیمابر مطالعه بکنید. ناو هواپیمابر تسلیحات موشکی جدی همراه خودش نداره، معمولا اینها در قالب یک ناو گروه به یک منطقه اعزام میشن. خب اون ناو گروه بالاخره دو تا رزم ناو داره. بله. ناو مینروب داره. بله. ناو پشتیبانی آبی خاکی داره. نه الزاما ناو گروه ها با این ترکیب با هم جمع نمیشن. ناو گروه برای انجام ماموریت مشخص اعزام میشه. اگر موضوعش پاور پروجکشن باشه، یعنی اعمال قدرت تو یک منطقه بدون پیاده کردن نیرو باشه، ناو آب خاکی همراه خودش نداره، مینروب همراه خودش نداره. عمدتا اینها با یک کروزر یا با یک در واقع ناو شکن به منطقه وارد میشن. خب این ناو گروه هم قابل آسیب زدنه؟ آسیب جدی میشه بهش زد؟ بله، این ناو گروه هم قابل آسیب زدن هست. موقعی که از تنگه ها عبور میکنن که در اختیار کاملا دم دست هستن و به شدت آسیب پذیر. نه قاعدتا اگه بخواد حمله کنه میره مثلا تو 300 کیلومتری 400 کیلومتری خیلی بیشتر از این. آیا اونجا بره منطقه قابلیت داره؟ یعنی بره 1000 کیلومتر ناو قابلیت داره؟ اینها میرن در منطقه، تا همین چند روز پیش در منطقه به مدت 10 ماه به صورت پیوسته در منطقه رأس الحد ایستادن. اگر برگردیم یه قدری به گذشته و موضوع موشکباران به پایگاه عین الاسد رو مرور بکنیم، بعد از اینکه اون ماجرا به اون شکل خاتمه پیدا کرد و شروع کردن در موردش مقاله نوشتن، یکی از چیزهایی که بهش اشاره به سه چیز اشاره کردن. یک موشکایی بود که سامانه‌های موشکی بود که توی این فضا جابجا می‌شدن روی ساحل. دوم به زیردریایی‌های نیرودریایی ارتش اشاره کردن و سوم به سامانه‌های جنگ الکترونیک اشاره کردن. زیردریایی ارتش رو به شدت ازش نگران بودن، چون حالا شاید خیلی از این اسرار رو هم نشه امروز همچنان در موردش صحبت کرد، ولی نگرانش این بود که دیدن هیچ زیردریایی کنار اسکله نیست. وقتی هیچ زیردریایی کنار اسکله نیست کجاست؟ معلوم نیست کجاست. و این معلوم نیست کجاست با اون توضیحی که ابتدای برنامه عرض کردم، یعنی باید انقدر دور بیستن که فرصت شناسایی و فرصت تصمیم گیری داشته باشن. بنابراین رفتن توی 800 کیلومتری ایستادن. خب 800 کیلومتری ناو هواپیمابر قابلیت انجام عملیات دارد یا ندارد؟ بله، هواپیماهای F-18 ناو هواپیمابر 3000 کیلومتر پرواز میکنن و یعنی 1500 تا میره 1500 تا میاد. بله 1500 تا میره 1500 تا میاد و اینها یک هولدینگ ایریا، یک نقطه مشخص سوختگیری هم در بالای دریای عمان برای خودشون مشخص کردن که برای ما این چند نقطه پیداست که کجا معمولا میستن برای سوختگیری. توی مسیر رفت حتما سوخت خودشون رو پر میکنن برای هر مقصدی بخوام برن. امروز هم که دارن مرتب این تمرینات انجام میدن جلو چشم ماست، یعنی با وجود اینکه رفته 800 کیلومتر دورتر وایستاده، ولی ما لحظه به لحظه داریم میبینیم که چه چیزی رو تمرین میکنه، کجا سوختگیری میکنه، چقدر این هواپیما به پرواز در میاد، چند ساعت تو آسمون میمونه. خب امیر سخت شد دیگه، یعنی میره تو 800 کیلومتری برای خودش ایستگاه سوخت‌رسان در آسمان داره، ما میتونیم اونجا عمل کنیم روش؟ ایستگاه سوخت‌رسانش در آسمان حتما مورد تهدید قرار میگیرد. اون موضوع نیروی هوایی و مجموعه پدافند و
نیروی هوافضا که این هولدینگ ریه ها را چگونه ناامن میکنن و با استفاده از ظرفیت های موشکی و پهپادی به شدت قابل ناامن شدن هست. دریا چطور؟ ناو رفته 800 کیلومتر. بله 800 که حتی دورتر بیسته، یعنی حتی از محدوده رأس الحد خارج بشه بره دریای سرخ بیسته، اونجا هم مورد هدف زیر دریایی ها قرار میگیره. شما برگردید به جنگ جهانی دوم نگاه بکنید، یوبوت ها آلمان ها اینها را رها میکردن در دریا حتی بدون اینکه به اینها آب و غذا بدن. آب و غذا و سوختشون رو در مسیر باید از کشتی ها میگرفتن، چه قاسبانه میگرفتن چه دوستانه میگرفتن، و در مسیرهای قرار میگرفتن که هیچکی انتظار نداشت. در اقیانوس روزها به طور کامل در زیر سطح دریا بودن، شبها گاهی به سطح دریا میومدن برای تجدید اکسیژن و همینطور شارژ کردن باتری ها. این چیز ترسناکی هم گفتیم، یه اجدر یه زیر دریا، این یعنی چی؟ یعنی قرار نیست که یک اجدر یک شناور. یک اجدر یک شناور. قرار نیست که یک شناور رو با دو یا چند اجدر مورد هدف قرار بدیم. اجدرها قابل انحراف میزنیم؟ نه اجدر قابل انحراف نیست. البته تکنیکایی براش وجود داره، تاکتیکایی هم براش وجود داره. این فیلم جنگ جهانی دوم شانسش خیلی کمه. آره اونو هالیووده. هالیوود باید اونجوری نشون بده که من میتوانم از کنار این اجدر بگذرم. اما انقدر این موضوع شانسش کمه و انقدر دقت اصابت بالاست و انقدر قدرت تخریب زیاده که عمدتاً فرار میکنن از این موضوع تا اینکه خودشون رو در یک ورطه‌ای قرار بدن که مخاطرات اینجوری رو به دنبال داشته باشه. بنابراین وقتی زیر دریایی به دریا میره و در کنار اسکله نیست، معناش اینه که باید پرگار بزنن روی نقشه و اونقدر دور بایستن که فرصت عکس العمل پیدا بکنن. خب اینجا امیر ببینید دو تا موضوع رو با هم چیز کنیم. یه واقعی اتفاق افتاد، فکر می‌کنم دهه 70 دهه 60 بود، که یک ناو هواپیمای آمریکایی حسب یک اتفاق یه راکت روش ترکید. یه راکت معمول. من فیلم‌هاشو داشتم روی خیلی کشته دادن. بله اصلا چیز عجیبی بود. هواپیماها رو می‌بردن می‌انداختن تو دریا. بله. خاموش نمی‌شد و اصلا 30 فروند هواپیما رو اونجا به دریا ریختن. به نظر من 50 نفر کشته دادن روی عرشه. یه دونه راکت. یک راکت انفجارای زنجیره‌ای بود. راکتی که متعلق به خودشون بود. روی عرش منفجر شد. حالا میگن که یه ادعایی که میکنن، میگن امکان رسیدن موشک اجدر و یا موشک بالستیک رو به کشتی ها جلوش رو میگیریم. بله این به وسیله ناو هواپیمابر کار دشوار است. خود هواپیمابر توانایی انجام این کار رو نداره الا در لایه نهایی. لایه آخر رو که بهش میگن در فاصله بسیار نزدیک، اونجا تسلیحاتی هست بهش میگن کلوزینگ وپن سیستم یا سامانه‌های دفاع نقطه‌ای از نوع گل کیپر و فالانکس که در اختیار دارن. این میتونه 4000 گلوله در دقیقه بزنه و به نوعی این گلوله ها وقتی از کنار هدف عبور میکنن اصابت نمیکنن، خودشون رو هم اصلاح میدن. یعنی توپ به طور مرتب در حال اصلاح شدن به سمت هدف است با نواخت تیر بالا. یه روزی دست ما خیلی کوتاه بود، یه روزی امکانات در اختیارمون خیلی کم بود، یه روزی همه توانایی های ما رو بود و میدونستن که ما چی داریم، چه چیزی رو در اختیار داریم، بردش چقدر، شدتش چقدر، باش چگونه باید مقابله بکنن، چگونه باید منحرفش بکنن، چگونه باید منهدمش بکنن. امروز دیگه اون روز نیست. ما میگیم میزنیم، خدا وکیلی میزنیم، یعنی واقعا اینقدر توان داریم. ما ایستادیم که بزنیم. ایستادیم که بزنیم اونجایی که لازم باشه، انشالله که هیچ وقت پیش نیاد، چون به هر حال جنگ و درگیری برای هیچ کسی خوب نیست، برای هر دو طرف خوب نیست و اساسا نیروهای مسلح ایجاد میشن برای اینکه صلح باقی بمونه. اما اونجایی که لازم باشه در دوران 8 سال دفاع مقدس ثابت کردیم که با دست خالی و با تسلیحات آریه‌ای چگونه جنگیدیم. امروز با دست پر و با تسلیحات بومی تبدیل شدیم به یک قدرت نظامی غیر قابل برآورد. این غیر قابل برآورد خودش عدم قطعیت جدی رو ایجاد میکنه که وقتی وارد تنگه هرمز میخوان بشن، هواپیما براشون خلبان توی هواپیما میخوابه. یعنی اینقدر نگرانی وجود داره که در داخل هواپیما، نمیدونم داخل یه جنگنده نشستید تا امروز یا نه، خیلی تنگ و ترشه. خیلی تنگ و ترشه، یعنی واقعا یک قفسیه و داخل اونو
ناچارشون کردیم که شب داخل این هواپیما بخوابن. تازه با لباس کامل. با لباس کامل، تسلیحات کامل، هواپیمایی که زیرش بمب بسته. مسلحه. یه تکون میتونه بترکه. بله. و خب یه همچین وضعیتی دارن. همونطور که عرض کردم شناسایی خیلی مهمه. آرایش دشمن خیلی مهمه، ترکیبش خیلی مهمه، نقاط ایستایش خیلی مهمه. ما ظاهرا خیلی از بالا مسلطیم، درسته؟ از همه طرف مسلطیم. بالا و سطح و زیر سطحی. لازم یه خوردهش بگیم. یه خوردهش اینه که تمام حرفاشون رو میشنویم. تمام مکالماتشون رو به دقت رصد میکنیم. لحظه به لحظه نقاط ایستایشون زیر نظر ماست. هر لحظه که جابجا میشن. این که میگم زیر نظر ماست، در شبکه فرماندهی کنترل نیروهای مسلح این نقاط دست به دست میشه. یعنی اگر نیروی دریایی ارتش موقعیتی رو به دقت مشخص میکنه، به عنوان هدف تعریف میکنه، تمام تسلیحاتی که در نیروهای مسلح هست تعریف میشن برای این کار. و این ناو هواپیماوری که میگید توی نقطه ایستاده و یا در حال حرکته، باید بدونن که هیچ چیزی به اسم آرامش براشون وجود نداره و هر لحظه زیر چشمان تیزبین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستن و یه بانک بزرگی از تمام شناساهاشون داریم. یعنی وقتی یه دستگاهی روشن میشه، کاربر ما میگه که این مثلا ناو هواپیماور نیمیتس فلان دستگاه روشن شده، نمیگه اون یکی ناو هواپیماوره، میگه این نیمیتس. یعنی فوتپرینت اونها یا اون رد پای اون دستگاه توی بانک اطلاعاتی ما کاملا شناخته شده است و به دقت تشخیص داده میشه این فلان ناوشکنه، این فلان شناوره. علاوه بر اون، امروز بانک اطلاعاتی ما در مورد افسرانشون هم خیلی تکمیله. وقتی یک ناوگروهی به سمت منطقه ما عزیمت میکنه و نزدیک میشه، دقیقا میدونیم روی فلان ناوشکن فرماندهش کیه، چه دورهایی رو گذرونده، یعنی با روحیاتش هم آشنایی داره. اصلا این آدم جنگ طلبه، این آدم تندخوه، این آدم محافظه کاره. تا این حد اطلاعات. بله، تا این حد اطلاعات کامله. اون اطلاعات روانشناسی کاملا جزئیات فرد رو میدونیم، میتونیم باش بازی مهمه. کنیم. دقیقا یکی از همون آموزه هایی است که در دوره های جنگ دریایی تعریف میشه که اگر تونستی دشمن رو خوب بشناسی و به روحیات و خلقیات او آشنا باشی، می توانی محاسبات جنگ رو دقیق‌تر انجام بدی و هزینه‌هات کم بشه. از کشور کره و نیروهای مسلحش داریم، به جرات میشه گفتش که نیروی مسلح خیلی قدرتمندی داره و اگر امریکایی‌ها میتونستن دست درازی بکنن و کاری بر علیه اونو انجام بدن، تا حالا بارها این کار رو کرده بودن. گویا میگن اصلا ارتش امریکا ساخته شده برای نزدن. یعنی یک ارتشی است برای اینکه خودش رو بزرگتر از آنچه هست و توانمندتر از آنچه هست نشون میده، یه هژمونی داره، یه شخصیتی برای خودش داره و ترجیح میده جایی درگیر نشه که احتمال داره مثلا پای چشش کبود شه. یعنی اون پرستیژش خیلی براش مهمه. خب چند تا نکته داره اینجا. اساسا تجهیزات و فناوری هایی که اونها در اختیار دارن، تجهیزات و فناوری های خوبی است و من معتقدم که دشمن رو نباید کوچک شمرد. این کوچک شمردن قطعا آسیب به دنبال خودش داره. اونها توانایی های زیادی در جنگیدن دارن، اما اینکه آیا جرأت جنگیدن هم دارن، در برخی از جنگ های تاریخی دنیا به ویژه جنگ جهانی دوم نشان دادن که بارقه های از این موضوع هم وجود داره. و اساسا اگر به تاریخ نگاه بکنیم و آمریکایی ها رو مطالعه بکنیم، اینها مردمان تندخو و جنگ طلبی هستند. اگر به داخل خود تاریخ آمریکا نگاه بکنیم، در کشور آمریکا در جنگ شمال و جنوب اینها 800 هزار نفر از خودشون رو کشتن. هزینه فایدهش براشون مهمه دیگه. بله، اما امروز فرق کرده قضیه. فرق برای اینه که اینها یک هیمنه ای از خودشون درست کردن که اتفاقا از اون بیشتر دارن بهره میبرن. دقیقاً. بله، اونه که برای اونها سوداوره و نگران این هستن که نکنه در یک نبردی مثل ویتنام که اون اتفاق شرم‌آور براشون افتاد و یا همینطور که در باتلاق عراق و افغانستان گیر کردن، در جای دیگه با خطای محاسباتی در واقع گیر بیفتن و این هیمنه به طور ناگهانی فرو بریزه. ببینید، تو عین الاسد ما تنها کشوری هستیم که با اعلام قبلی یه پایگاه امریکایی رو زدیم، بعد هم رهبرمون میاد پخش مستقیم میشینه صبح و سخنرانی میکنه و هیچ واکنشی نمیتونن نشون بدن. فقط میان میگن حالا ضربه مغزی ملایم شدن، نمیدونم تعداد کم بوده، خالی کرده بودیم. هی سعی میکنن
مزحک اطرافش درست بکنن، مثلا جریان منافقین رو میارن مسخره کنه، جریان مثلا چیزو میارن، دستاورد مهمی از نظر نظامی. به نظر میرسه همون چهره ها رو میخوان یه جوری ترمیم کنن، چون یه کشور عربی اگر بگی خب تو بیس خودت رو نمیتونی نگهداری کنی، خب فردا چهار تا جای دیگه هم اینا بخوان بزنن، خب اصلا برای چی تو خاک من هستی؟ بله واقعیت همینه. اینها در اون رویارویی که با جمهوری اسلامی ایران خیلی شرمانه سپهبد سلیمانی رو خیلی نامردانه و ناجوانمردانه، دزدانه و با عملیات تروریستی، این اولین موردی بود که یک تروریست دولتی امریکا میامد یه همچین اقدامی رو انجام میداد، به شهادت میرسونن. میبینیم که برای وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم در طول تاریخ اینا هیچ وقت در جغرافیایی که پایگاه نظامیشون مورد حمله مستقیم یک دولت قرار گرفته باشه وجود نداره. این اولین موردی است که یک دولتی با اقتدار و با تحکم به یک پایگاه نظامی امریکایی حمله میکنه و اونها جرأت حتی پاسخگویی هم پیدا نمیکنن و میدونن که پشت سرش تبعات بزرگتری در راهه. البته همونطوری که در ارتباط با اون موشک باران حضرت آقام تاکید کردن، این اون چیزی نیست که پاسخ امریکایی باشه و اونها بدهکاری بزرگی به ما دارن و این بدهکاری رو حتما یه روزی پرداخت خواهند کرد. بنابراین اشاره شما به این که نمیخوان وارد یک جنگی بشن که پشت سرش شرمساری داشته باشه، بله. اما اینکه آیا تجهیزاتی دارن که اگر وارد جنگ شدن تأثیر داشته باشه، بازم باید بگیم بله، تجهیزاتی دارن که میتواند این کار رو بکند و به شدت نگران این هستن که در یک رویارویی نابرابر که میگیم، اونا همیشه به لحاظ تجهیزاتی و عده و عده دست بالاتری دارن، اما این نابرابری وجهه اونها رو دچار فرو ریختن نکنه که دیگه بیارزش میشن در همه دنیا. خب ما که داریم چنین چیزی رو تولید میکنیم امیر، میتونیم بریم به طرف شناورهای اقیانوس پیما؟ بله شروع کردیم. اولش یک ناو آموزشیه، به نظرم میرسه از 10 سکشنش اولین سکشنش ساخته شده در کارخانجات نیرو دریایی، 3000 تن وزن داره و یک شناور کاملا اقیانوسی است. برای آموزش نیروی انسانی این رو داریم میسازیم در گام اول. همزمان ناوشکن سنگین نگین رو در دستور ساختش داریم، پروژه نگینه، اولین ناوشکن سنگین ماست. به نظر میرسه توافقی که با وزارت دفاع کردیم برای سال آینده اولین فروندش ساختش در دستور کار قرار گرفته. نمونه دیگه ای هست که الگوی سه بدنه است، این کمک میکنه باز آب خور تا جایی که ممکنه کمتر بشه نسبت به تک بدنی ها. امیر چرا میشه اینو صنعتیش کرد؟ میشه صنعتیش کرد؟ میشه باعث شد؟ نه میگم که میشه اون یک صنعت استفادهش کرد، یعنی کاری کرد این جنوب ما و مردم ما. الان یکی از مسائل اون مسئله اشتغال دیگه، بله. حرکت بدیم این آتش اشتغال رو به سمت سواحل، میشه این کاری کرد؟ ما الان در کارخانجات بندر عباس که داریم نافشکن میسازیم، بیش از 1000 نفر از مردم بومی بندر عباس اونجا دارن کار میکنن. این 1000 نفر الان به آدم های متخصص تبدیل شدن، یک جوشکار حرفه‌ایه. اگر رسانه‌ها بیان پای کار، میتونیم به سمت یه تمدن دریایی بریم؟ موضوع تمدن دریایی یه قدری پیچیده تره. وقتی صحبت از تمدن دریایی میکنیم یعنی مردم، نمیگیم دولت، مردمی که دریا برای اونها مهمترین درگاه ارتباطی با جهان بیرونه. خب همه چیز برای مردم ایران کرد، بهشون بفهمونیم که شما سواحل جنوب برای شما میتونه بسیار سودآور باشه، بسیار سودآور باشه. کدوم مردم به سمت دریا میرن؟ در علم دریا نوردی میگن که اول اونایی که کشورهای جزیره‌ای ان، یعنی اصلا اینا محبوسن در یک جزیره، برای اینکه با دنیا تعامل کنن باید پاشونو به دریا بذارن، به قایقاشون بذارن. کشورهای جزیره عمدتاً اینجوری هستن، مثل انگلستان، مثل ژاپن، مثل استرالیا، اونایی که محصور هستن در داخل آب. یه نوع دیگه هم بهش میگن خاصیت مدیترانه، یعنی میگن مدیترانه رو اگر نگاه بکنیم در یک طرفش اروپایی هستن، در یک طرفش کشورهای آفریقایی هستن، اسپانیا، پرتغال. بله اونها در طول تاریخ برای اینکه منابع مفت و مجانی به دست بیارن، حتی امروز به سمت جنوب میرفتن از طریق دریا، ناچارن دیگه منابع رو به دست بیارن، چون در طول تاریخ اونها اومدن همه خرد شدن. یک کشور بزرگ در قاره اروپا پیدا نمی‌کنید، انقدر با هم جنگیدن، انقدر به نوعی توی سر هم دیگه سر زدن بر سر منافع، خرد و کوچک کوچک شدن، کشور بزرگی وجود ندارن. بنابراین منابع در جغرافیا محدود شده، در جغرافیای یک کشور منابع محدوده. در سطح قاره اروپا نگاه کنید، بله منابع معنا داره،
اما وقتی آفریقا رو نگاه میکنن که منابع مفت مجانی اونجا هست، این خاصیت مدیترانه اینجوری اثر میذاره که سوار قایق میشن میرن به سمت آفریقا و از اونجا منابع، حالا این منابع رو هر چیزی میتونید تصور بکنید، چه آن چیزی است که به شکل منابع معدنی است، چه نیروی انسانی، چه هر چیزی که میخوان مجانی یا با قیمت بسیار کم به کار بگیرن. فرض کنید ما الان بحث اقتصاد مقاومتی اینقدر برامون جدیه، چرا طرف دریا نمیریم؟ بله، با این همه توانمندی که شما دارید در ساخت کشتی های بزرگ، الان ماهیگیرای ما تا یه حدی در اقیانوس در بله در یه عمان میرن جلو و برمیگردن، این اگر دارای کشتی های بزرگ یخچال دار باشه اینا تا آبهای سرزمینی نزدیک آبهای سرزمینی آمریکا میتونن برن. بله. و این افقیه که به نظر من اساقامش تاکید دارن، درسته؟ بله همینطوره. البته من از شما اجازه میخوام به عنوان یک سرباز باقی بمونم و وارد مباحث دولتی نشم، دولت حتما به این موضوع توجه داره و این اقتدار ملی رو توجه میکنه که وقتی حضرت آقا گام دوم انقلاب رو اشاره میکنن، گام تمدن سازی، حتما حتما یه بخشی از اون ساخت تمدن دریاییه و این تمدن دریایی است که اتفاقا اون بخش از توسعه‌ای که مد نظر حضرت آقاست در گام دوم رو شکل بهش میده. بنابراین باید جدی بگیریم و به سمت شرکت بکنیم. خیلی هم عالی. بله شما اون سوال من رو هم جواب دادین که ما نیروی آبی هستیم یا نیستیم، به نوعی تا موقعی که تمدن دریایی نداشته باشیم نیستیم. ببینید وقتی میگن بلو واتر نیوی یعنی نیروی دریایی آبهای عمیق، چون بلو واتر آبهای آبی اونجاییه که آبها از ساحل که شروع میشن بهش میگن برون واتر، گرین واتر، بعد بلو واتر، یعنی آبهای قهوه‌ای هستن، عمدتا رودخانه‌ای هستن نزدیک سواحل آبهای داخلی، بعد میشه گرین واتر آبهای سبز، معمولا مناطق دریای تحت حاکمیت میاد تو اینا جا میگیره، بسته به نوع کشور هم داره که آیا که خود کشور اقیانوسی است یا نه، و بعد آبهای عمیق شروع میشه. وقتی میگه آب عمیق دیگه اونجا نمیتونی صحبت از قایق بکنی، حتما باید تجهیزات مناسب خودش رو پای کار بیاری که توی دریا حرکت بکنه، چه برای تجارت چه برای مسائل مربوط به دفاع و امنیت. بنابراین نیاز به ناوشکن‌های سنگین داره. اینکه یک نیروی دریایی بلو واتر باشه یعنی اینکه حتما باید قابلیت کنترل دریایی رو با خودش داشته باشه، یعنی بتونه زیر سطح دریا، سطح دریا، بالای سطح دریا رو همواره تحت کنترل بگیره. تا زمانی که گرین واتره یعنی کنار سواحل خودش هست، از ساحل هوا رو براش پوشش میدن، از ساحل موشک‌ها رو براش در اختیارش ولی وقتی فاصله گرفت رفت دیگه اون هواپیما نمیتونن بیان. بنابراین این باید بتواند وقتی دور میشود این خاصیت کنترل دریایی رو با خودش ببره. پس نیاز به هواپیمای دریاپایه داره، نیاز به زیر دریایی های خاص داره، نیاز به شناورهای سنگین تر داره. نمیگیم قرار پاور پروجکشن انجام بده، نمیگیم قرار اعمال قدرت در یک نقطه دیگه بکنه، اما اگه قرار باشه خارج از سرزمین خودش دفاع بکنه که یک نقطه قوته، نیاز به ظرفیت نیروی دریایی آبهای عمیق و آبی داره. سوال آخرم داریم میریم به این سمت. اما ما گلوبال سایز نیوی هستیم، یک تعریف دیگه از این مقیاس میگه که نیروی دریایی است که میتواند در آبهای اقصا نقاط جهان حضور پیدا بکنه، تعامل برقرار بکنه، نه برای جنگیدن، برای تحکیم صلح، برای برقرار کردن امنیت. بله خب میریم به طرف، ما همین امروز گلوبال سایز نیوی هستیم. نه به طرف بلو واتر ما ممکنه بریم. بله برای رفتن به سمت بلو واتر نیوی شناورهای سنگین تری نیاز داریم. به نظرم میرسه بارقه هایش تو آذر ماه پیدا میشه انشالله، چون اولین ناو بندر جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی ارتش که میتونه با خودش تعدادی بالگرد حمله کنه و این ظرفیت های تهاجمی رو با خودش ببره، انشالله تا آذر ماه قابل بهره برداری میشه. بسیار خوب، محبت کردین، تشریف آوردین امیر به برنامه قرن 14. فصل اول برنامه قرن 14 تمام میشه اینجا، به نوعی ویژه دفاع مقدس بود.